سلام بر شما به بخش خبر تلویزیون ایران فردا خوش آمدید من فریبا شیروزی هستم وزرای خارجه 22 کشور جهان امروز پنجشنبه 22 ژانویه به منظور بررسی راههای مبارزه با گروه تروریستی داعش در لندن ملاقات کردند. فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا که همراه با جان کری همتای آمریکایی خود میزبان این اجلاس هستند تاکید کردند برای شکست نیروهای داعش به اقدامات بیشتری نیاز است. جلوگیری از گسترش عملیات داعش و جریان پیوستن نیروهای جدید به این گروه همچنین مسدود کردن منابع مالی آنها از محورهای مذاکرات لندن است آقای هاموند گفته است شرکت کنندگان درباره ارسال تجهیزات نظامی بیشتر به نیروهای زمینی و کمکهای های انسان دوستانه به قربانیان حملات این گروه افرادگرا نیز گفتگو می کنند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است داعش امیدوار بود که با حملات خود باعث فروپاشی نیروهای ائتلاف شود اما در واقع آنها باعث اتحاد و قاطعیت بیشتر بین ما شدند آیت الله علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی در پیامی از جوانان غربی دعوت کرده است برای آشنایی با اسلام مستقیما به قرآن و زندگی پیغمبر اسلام مراجعه کنند به قدرت های بزرگ را به سیاه نمایی علیه اسلام متهم کرد و گفته آنها آگاهانه راه سیاست را از مسیر صداقت و درستی جدا کردند. رهبر جمهوری اسلامی در این پیام تلویحا تبلیغات منفی علیه اسلام را اقدامی سازمان یافته و هدف از آن بیمناک کردن غربیان از اسلام به عنوان دشمن معرفی کرده است. در این پیام که امروز پنجشنبه به طور گسترده در رسانه های خبری جمهوری اسلامی منتشر شده آیت الله علی خامنه ای انگیزه خود از انتشار آن را حوادث اخیر در فرانسه و وقایع مشابه عنوان کرده و افزوده است دلیل مخاطب قرار دادن جوانان وجود حس حقیقت جویی در آنان است امین رصاف رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در استان فارس گفته است کسانی که نمیخواهند به ارزش های اسلامی تن بدهند جای دیگری برای زندگی انتخاب کنند. آقای رصاف این مطلب را در واکنش به گسترش شبکه های محوری در ایران بیان کرده و استفاده از این شبکه ها را جهالت مدرن خوانده و گفته شبکه های محوری شخصیت و افت زن را زنده به گور می کنند. دیوید کوهن معاون امور تروریست و اطلاعات ملی در وزارت خزانهداری آمریکا میگوید بهای پایین نفت باعث خواهد شد که ایران تا پایان مذاکرات اتمی خود با شش قدرت جهانی که به مدت هفت ماه تمدید شده 11 میلیارد دلار از دست بدهد قرار است آقای کوهن به سنای آمریکا که اکنون تحت کنترل جمهوری خواهان است توصیه کند که تحریم های موجود علیه ایران را افزایش ندهند دولت باراک اوباما به سراحت مخالفت خود را با تشدید تحریم های ایران در جریان تمدید مذاکرات هسته تهران و شش قدرت جهانی ابراز کرده و گفته است چنین تصمیمی آمریکا را در میان متحدانش منظوی می کند. رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده ضمن مخالفت با سیاست های باراک اوباما در قبال مناقشه هسته ای ایران اعلام کرد از نخست اسرائیل دعوت کرده است تا درباره تهدیدات تهران و اسلامگرایی افراطی در کنگره آمریکا سخنرانی کند در واکنش جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفته آقای اوباما از آقای نتانیاهو دعوت نکرده است جان واینر رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده ضمن مخالفت با سیاست های بارک اوباما در قبال مناقشه هسته ایران اعلام کرد که از نخست وزیر اسرائیل دعوت کرده است تا درباره تهدیدات تهران و اسلامگرایی افراطی در کنگره آمریکا سخنرانی کند اما سخنگوی کاخ سفید میگوید که طبق پروتکل تشریفاتی این رهبر کشور است که باید از رهبر یک کشور دیگر دعوت کند و رئیس جمهوری آمریکا دعوتی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نکرده است او در نشستی با نمایندگان جمهوری خواه کنگره تاکید کرد که کنگره به رغم هشدار آقای اوباما باید تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کند این گزارش میگوید که در دعوتنامه جان باینر برای سخنرانی بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا تاریخ 11 فوریه برابر با 22 بهمن در نظر گرفته شده است. گزارش اظهارات آقای باینر تنها یک روز پس از نطق سالیانه بارک اوباما در کنگره آمریکا و هشدار او به نمایندگان موافق تشدید تحریم های ایران منتشر می شود. آقای اوباما گفته است تحریم جدید ایران در شرایطی که مذاکرات در جریان است شکست دیپلماسی را تضمین می کند و بنابراین آن را به تو خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین روز جمعه در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد که اگر ایران به بهانه تشدید تحریم ها مذاکرات اتمی را متوقف کند و کار احیانا به تقابل نظامی بکشد کنگره باید پیامد تصمیم خود را بپذیرد در همین حال جان باینر با اشاره به این اظهارات آقای اوباما گفت شما شاید در جریان باشید که رئیس جمهوری روز جمعه به ما هشدار داد که اقدامی در جهت تحریم ایران این حکومت حامی تروریسم انجام ندهیم پیام دقیق او به ما این بود که دست نگه دارید او از ما انتظار دارد که بیهوده وقت تلف کنیم در حالی که خودش دارد به توافق اشتباهی با ایران دست مییابد رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد که کنگره تن به چنین امری نخواهد داد وی سپس از بنیامین نتانیاهو به عنوان یک دوست بزرگ برای آمریکا یاد کرد و گفت که با توجه به چالش کنونی از او خواهش میکند که با حضور در کنگره درباره تهدیدات گسترده اسلامگرایی افراطی و ایران که متوجه امنیت و سبک زندگی آمریکایی هاست سخنرانی کند. این اظهارات اما واکنش کاخ سفید را به دنبال داشت. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت پروتوکل به ما میگوید که وقتی رهبر یک کشور میخواهد به کشور دیگری سفر کند، رهبر آن کشور باید با او تماس بگیرد و دعوت از نخست وزیر اسرائیل توسط رئیس مجلس نمایندگان به معنای نقض پروتکل می باشد. در همین راستا جان ساپل سردبیر بی بی سی آمریکای شمالی در تحلیلی نوشت خیلی جالب است که باینر بلا فاصله بعد از سخنرانی سالانه رئیس جمهوری از آقای نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره دعوت کرده است تا درباره جاه طلبی های هسته ای ایران صحبت کند. او به ایران اعتماد ندارد و معتقد است غرب دارد مرتکب یک اشتباه تاریخی می شود که به تهران اعتماد می کند و انتظار دارد ایران درباره جاه طلبی هسته از خودش خوشنیتی نشان بدهد. و یفزود شب گذشته بارک اوباما تاکید کرد که مذاکرات با ایران بر سر رسیدن به توافق در مرحله حساسی قرار دارد. توافقی که به باور اوباما رأی کنگره مبنی به اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران آن را به خطر خواهد انداخت. جان ساپل گفت این همان موضوعی است که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز هفته گذشته و در جریان ملاقات با رئیس جمهوری در واشنگتن درگیر آن شد. او با چند سناتور تماس گرفت کسانی که فکر می کنم نزدیکترین مشاوران اوباما به آنها نگاه مثبتی دارند تا بگوید که تحریم های سختتر گفتگوها را بی ثبات خواهد کرد. به گفته ای وی واضح است که میان کنگره و کاخ سفید بدگمانی عمیقی درباره این بخش از سیاست خارجی وجود دارد و تصمیم کنگره برای دعوت از بنیامین نتانیاهو مردی که بیشترین خلقی ها را با رئیس جمهوری داشته میبایست از نگاه بارک اوباما نوعی دهنکجی به حساب بیاید. وندی شرمن معاون وزارت خارجه آمریکا روزهای جمعه و شنبه سوم و چهارم بهمن با همتایان ایرانی خود در زوریخ سوئیس دیدار می کند. بر اساس بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده کاترین اشتون مشاور ویژه و مذاکره کننده ارشد گروه پنج به علاوه یک به همراه هلگا اشمیت معاون سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در مذاکرات زوریخ حضور خواهند داشت خانم شرمن همچنین روز پنجشنبه در سفرش به برلین با مقامهای ارشد گروه موسوم به جی نیز دیدار و گفتگو میکند گزارش ها حاکی است که رئیس جمهوری یمن که روز چهارشنبه توسط شورشیان حوسی در حصر خانگی قرار گرفته بود بر سر توقف درگیری ها و دادن اختیارات بیشتر به این گروه شیعه با آنها به توافق رسیده است بر اساس این توافق گروه حوسی متعهد شده که یکی از دستیاران رئیس جمهوری را که چند روز پیش ربوده رو شده بود آزاد سازد این توافق همچنین از منصور خادی می خواهد که سریعا پیشنویس قانون اساسی جدید را که افزایش اختیارات حوزی ها را تضمین می کند آماده سازد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا شامگاه چهارشنبه اعلام کرد عبدالرب و منصور خادی را همچنان به عنوان رئیس جمهوری یمن به رسمیت می شناسد و با وی در تماس است. حوزی ها که عملا کنترل صنعا پایتخت یمن را در دست دارند می گویند آنها تنها خواهان قدرتی برابر در کشور هستند اما منتقدین میگویند این گروه میخواهد رئیس جمهوری تنها یک مقام تشریفاتی باشد پیشمرگه های کرد به موازه گروه داعش در شمال عراق حمله کرده و روستاهایی را که به پایگاه های عملیاتی آنها تبدیل شده بود از این گروه پس گرفتند. شورای امنیت اقلیم کردستان میگوید نیروهای پیشمرگه در عملیات گسترده تاکنون تا کنون چهار منطقه را پس گرفته و عملیات برای پاکسازی ادامه دارد. اعتلاف بین المللی علیه گروه خلافت اسلامی نیز میگوید در روزهای سهشنبه و چهارشنبه موازه این گروه در شمال عراق را شش بار بمباران کرده است. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به 5 سال و 91 و روز حبس و 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال محکوم شد. اتهام معاون اول محمود احمدی نژاد فساد مالی اعلام شده بود که احمدی نژاد و رحیمی این اتهام را نپذیرفتند. خبرگزاری های ایران خبر دادند که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به 5 سال و 91 روز حبس و پرداخت 3 میلیارد و 850 میلیون تومان محکوم شده است. آقای رحیمی با رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور به 5 سال و 91 روز حبس، پرداخت 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. خبرگزاری ایسنا میگوید آقای رحیمی پیش از این در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به 15 سال حبس پرداخت 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و 1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود. در نهایت با اعتراض وکیل آقای رحیمی این پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور ارجاع شد و این پرونده با تایید مجازات های رد مال و جزای نقدی ده سال از مجازات حبس معاون اول دولت محمود احمدی نژاد را کاهش داده است. در گزارش خبرگزاری های ایران اشاره ای به جزئیات اتهام های معاون اول سابق رئیس جمهوری ایران نشده است. حسن افتخاری سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران روز 28 دی خبر داده بود که پرونده آقای رحیمی بعد از رسیدگی در دیوان عالی کشور و تایید بخش عمده ای از حکم دادگاه بدوی به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است. غلام حسین محسنی اجرعی، سخنگوی قوه قضایی ایران روز دهم ده شهریور از محکومیت آقای رحیمی به حبس و جزای نقدی خبر داده بود. آقای رحیمی پیشتر به صدور حکم خود و اعلام آن توسط سخنگوی قوه قضایی واکنش نشان داده و گفته بود من فقط محمد رضا رحیمی نیستم من معاون اول این نظام هستم بنده 34 سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم بنابراین نباید اینقدر ساده با موضوع نگاه کرد روزنامه دولتی ایران 17 مهر ماه با اشاره به محکومیت یکی از مدیران ارشد دولت دهم ده نوشته بود که وی جمعا به 14 سال حبس و پرداخت 4 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است محمد رضا نادری وکیل آقای رحیمی اما خبر منتشر شده در مورد صدور حکم 14 سال زندان و جزای نقدی 4 میلیارد تومانی برای موکل خود را نادرست نامیده است. جلسه اول محاکمه محمد رضا رحیمی روز سوم خرداد ماه 1393 و جلسه دوم دادگاه وی روز 17 خرداد ماه در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران برگزار شد. حکم محکومیت آقای رحیمی روز 24 شهریور از سوی همین شعبه از دادگاه کیفری استان تهران به وی ابلاغ شده بود. محمد رضا نادری وکیل آقای رحیمی روز 12 مهر از طرف موکلش به حکم صادر علیه او اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد از جمله متهمان اصلی اختلاس از شرکت بیمه ای ایران است. او روز 17 شهریور در نامه به صادق آمالی لاریجانی رئیس قوه قضایی ضمن رد اتهامات خود تاکید کرده بود که این اتهامات مربوط به برگزاری انتخابات بوده و او مبالغ کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم را به همراه مدارک به دادگاه ارائه کرده است. وکیل آقای رحیمی نیز روز سوم آبان گفته بود که او در زمان انتخابات مجلس هشتم به 170 یا 180 نفر از نمایندگان و اصولگرای مجلس پول داده است. محمد رضا رحیمی بلند ترین مقام جمهوری اسلامی است که پس از انقلاب بهمن 57 به صورت رسمی به اتهام فساد مالی محاکمه و برای او حکم زندان صادر شده است. پیش از آقای رحیمی، غلام حسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران در سال 77 به اتهام سوء استفاده مالی به سه سال زندان و ده سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شده بود. دادگاه آقای کرباسچی پس از انتخابات محمد خاتمی به سمت ریاست جمهوری در سال 76 برگزار شد. در آن زمان برخی از حامیان آقای خاتمی با اشاره به نقش آقای کرباسچی در حمایت از محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری، دستگیری و برگزاری دادگاه وی را سیاسی دانستند. حمید رسایی عضو جبهه پایداری مجلس از تهیه طرحی دو خبر داده که بر اساس آن وزارت ارشاد ملزم به ممانعت از فعالیت افرادی می شود که در رسانه های تحت اختیار خود بارها به مقدسات توهین کردند این طرح در پی توقیف روزنامه مردم امروز در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است مردم امروز روزنامه‌ای به سردبیری محمد قوچانی بود که به خاطر انتشار تیتری با عنوان من هم شارلی هستم به نقل از جورج کلونی هنرپیشه سرشناس آمریکایی توقیف شد اقدام این روزنامه با خشم گروهی از محافظهکاران کاران تندرو مواجه شد و آنها خواستار ممنوع شدن فعالیت محمد قوچانی و تیم رسانه ای وی شدند. سایت رجا نیوز نخستین سایت محافظه بود که با انتشار یادداشتی خواستار خشک شدن ریشه این تیم در فضای رسانه ایران شد. میرحسن حبیبی موسوی همسر خواهر میر حسین موسوی در مصاحبه با روز ادعاهای محمود نبویان نماینده عضو جبهه پایداری درباره وضعیت میر موسوی و زهرا رهنورد را کذب خوانده و اعلام کرده وضعیت آنها در حصر به همان صورتی است که از ابتدا بوده و هیچ تغییری نکرده است محمود نبویان از اعضای جبهه پایداری در مجلس ادعا کرده بود برای محصوران استخر و کباب و بهترین پزشک مهیاست آقای موسوی تاکید کرده میر حسین همچنان بر سر مواضعش هست و کوتاه نمی آید حسین اشتری جانشین فرمانده نیروی انتظامی ایران خبر داده که حضور افغانها در 15 شهرستان از مجموع 21 شهرستان استان کرمان ممنوع شده است. به گفته این مقام پلیس حدود 70 درصد تردد اشرار و قاچاقچیان از محورهای استان کرمان انجام می شود و حضور اطفاء بیگانه موجب می شود که مشکلات این استان افزایش یابد. پیشتر نیز حضور افغان ها در شمار دیگری از شهرهای ایران ممنوع شده بود سال گذشته دیدبان حقوق بشر گزارش داد که ایران هزاران افغان را شتاب زده از کشور اخراج کرده بدون اینکه به آنها فرصت دهد حق خود برای حضور در ایران را اثبات کنند یا درخواست پناهجویی دهند دهمین ده اجلاس اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی که از روز چهارشنبه در شهر استانبول ترکیه آغاز به کار کرد، پس از دو روز به کار خود پایان داد. چالش های پیش روی کشورهای اسلامی در قرن 21 مهمترین موضوع این اجلاس بود. بهنام امینی خبرنگار ما از ترکیه گزارش می‌دهد. ده همین نشست اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی که از روز چهارشنبه دیروز در استانبول ترکیه آغاز به کار کرده بود امروز به کار خودش پایان داد بیش از 50 کشور اسلامی عضو این اتحادیه دو روز نشست در استانبول چالش های پیش روی جهان اسلام و مشکلات کنونی کشورهای عضو رو مورد بحث و بررسی قرار دادند. از جمله مسائل مربوط به جهان اسلام موضوع اسلام حراسی در غرب تقویت مناسبات و همکاری های اجتماعی و فرهنگی بحث و بررسی مسائل اقتصادی اجتماعی و سیاسی همینطور تحولات جاری منطقه از محورهای اساسی گفتگوهای این اجلاس بود همچنین ریاست دوره ای این اجلاس که سال گذشته در اختیار جمهوری اسلامی ایران بود روز گذشته به ترکیه واگذار شد روز چهارشنبه این اجلاس در شهر استانبول در حالی آغاز شد که رجب طیب ارغان سخنران این مراسم بود و در بخش زیادی از سخنرانی خودش اشاره داشت به مشکلات کشورهای اسلامی و جهان اسلام از جمله برای دیگه به رویدادهای های اراق و به ویژه سوریه اشاره کرد موضوع آوارگان سوری و بومبست به وجود اومده در زمینه یافتن راه حلی برای پایان بحران در این کشور و همینطور انتقاد از کمک های ناچیز جامعه جهانی به آوارگان سوری بخش دیگه ای از سخنان آقای رجب طیب ارغان رئیس جمهور ترکیه بود در بخش دیگه ای از سخنانش آقای ارغان به حوادث تروریستی پاریس اشاره کرد و موضوع کاریکاتورهای نشریه شالی دو او در این باره گفت که استفاده نشریه شالی دو از تصاویر پیامبر اسلام به عنوان کاریکاتور نمیتونه توجیهی داشته باشه آقای ارغان گفت که حمله به رهبر و پیشوای یک دین آزادی بیان نیست و حمله به پیامبر اسلام خط قرمز مسلمانان هستش همچنین در این اجلاس علی لاریجانی رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران هم حضور داشت جمیل چیچک رئیس پارلمان ترکیه هم در سخنان خودش اشاره کرد به اینکه در این نشست ریاست بین المجالس از ایران به ترکیه واگذار میشه آقای لاریجانی در خلال این اجلاس دیداری هم با آقای ارغان رئیس جمهور ترکیه داشت در این دیدار طرفین وضعیت کنونی منطقه و نقش کشورهای اسلامی در این زمینه رو مورد بحث قرار دادن از اینکه طرفین تاکید کردم بر ضرورت افزایش همکاری های اقتصادی و تجاری میانه دو کشور اما دهمین ده اجلاس بین المجالس کشورهای اسلامی در حالی در ترکیه آغاز شد که دو موضوع اساسی این اجلاس رو تحت شعاع خودش قرار داده بود نخست مسئله حوادث تروریستی پاریس و انتشار کاریکاتورهای نشریه فرانسوی و دوم کاهش شدید قیمت نفت در اغلب دیدارهای دو که رؤسای مجالس کشورهای اسلامی با هم داشتن تقریبا این دو موضوع محور اصلی گفتگوهای اونها بود. شب گذشته پیکر آمدی کولیبالی تروریستی که چهار یهودی را در سوپرمارکت یهودیان در پاریس به قدر رسانده بود بار دیگر به فرانسه بازگردانده شد دولت مالی حاضر نیست او را در موتن اصلیش به خاک بسپارد پیکر کولیبالی مانند سعید و شریف کوواشی امروز عصر در گورستانی در هومه پاریس به طور ناشناس به خاک سپرده خواهد شد پس از بارها تلاش بی سمر در مذاکرات صلح اوکراین حالا امید تازه‌ای برای رسیدن به توافق میان طرفین درگیر پدید آمده است وزیر خارجه آلمان از پیشرفت‌های محسوس در این زمینه خبر داده است با این حال آمریکا و روسیه در سازمان ملل یکدیگر را به دامن زدن به بحران اوکراین متهم کردند رهبران مسکو و کیف شبانگاه چهارشنبه اول بهمن ماه در برلین با حضور وزرای خارجه آلمان و فرانسه بر سر خروج هرچه سریعتر جنگافزارهای سنگین به توافق رسیدند بر پایه این توافق خروج سلاحهای سنگین باید از خط تعیین شده مرزی در پروتکل مینسک آغاز شود در همین حال در سازمان ملل متحد نمایندگان آمریکا و روسیه در جدالی لفظی یکدیگر را به دامن زدن به بحران اوکراین متهم کردند فرانک والتر مایر وزیر خارجه آلمان که میزبان وزرای خارجه روسیه، اوکراین و فرانسه بود پس از این دیدار از پیشرفت هایی محسوس سخن گفت که در عین حال به معنای هیچ گونه گشایشی نیست. شتانمایر مایر میگوید حالا باید دید آیا میتوان این توافق را عملی کرد یا نه او گفته است اگر آنچه که امروز بر سر آن توافق کردیم واقعا محقق شود آن وقت ما یک قدم به نشست سران در آستانه نزدیک شده ایم نشست آستانه پایتخت قزاقستان نشستی است که قرار است با حضور رؤسای جمهور روسیه اوکراین و فرانسه و صدر آلمان برگزار شود این نشست طبق قرارهای اولیه باید در اواسط ژانویه برگزار میشد محور این مذاکرات اجرای توافق آتش بس خواهد بود توافقی که در ماه سپتامبر در شهر مینسک بلاروس به دست آمد اما نه تنها اجرایی نشد بلکه اخیرا درگیری های میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای دولتی اوکراین نیز شدت یافته است توافق حاصل شده در برلین بر سر خارج کردن سلاحهای سنگین که قرار است مسیر غیر نظامی ایجاد کند توسط گروه تماس سازماندهی خواهد شد. گروه تماس شامل نمایندگان دولت و شورشیان اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا است. در همین حال سفیران آمریکا و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد با یکدیگر وارد جدال لفظی شدیدی شدند. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل مسکو را متهم کرد که در اطراف خود بالش محافظی از منازعات به بنبست رسیده میسازد او طرح ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای برقراری صلح را طرح اشغال روسی خوانده است ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل نیز آمریکا را به بر عهده گرفتن نقشی مخرب در بحران اوکراین متهم کرده است او میگوید آتش درگیری های اخیر اوکراین بعد از دیدار با بن هاجز فرمانده نیروهای زمینی آمریکا از اروپا شعله ور شد وی می هر جا که واشنگتن توجهش به آن جلب می شود صرف نظر از اینکه عراق باشد یا لیبی، سوریه یا اوکران در آن بی‌ثباتی، بحران و خونریزی وجود خواهد داشت. آمریکا و اتحادیه اروپا در اقدامی مشترک روسیه را تحریم کرده و از رهبران آن خواستند توافقهای حاصل در مینسک را رعایت کند برقراری آتش بس سازی برای ارسال کمک های بشر دوستانه و تداوم آزادی اسرا از جمله موارد این توافق است. مسکو بارها با اتهام دولت مرکزی اوکراین و کشورهای غربی روبرو بوده که به شورشیان جدایی طلب در اوکراین کمک میکند آنچه روسیه همواره رد کرده است روسیه شبه جزیره کریمه اوکراین را به خاک خود الحاق کرده است که این موضوع و نیز اتهامهای مربوط به شرق اوکراین برای آن هایی را از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به همراه آورده است. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات تازه در برلین به اجرای توافق آتش بس کمک کند، اما در این حال در مورد داشتن انتظار بیش از حد از آن نیز هشدار داده است. به دنبال تنش در بازار بورس تهران در چند روز گذشته حامد قاسمی کارشناس بورس در گفتگو با ایمنا علت این امر را تداوم ریزش بازار دانست و گفت بازار به مذاکرات و نتیجه آن خوشبین نیست و بر همین اساس هر روز این شاخص پایین میآید مضاف که که نحوه بودجه نویسی دولت و عدم تعامل مجلس با دولت در هنگام بررسی بودجه بازار را به این نتیجه رسانده که احتمال آشفتگی پولی در سال آینده محتمل است در چند روز گذشته شاخص بورس قرمز بود و معاملهگران و سرمایهگذاران خرد با اعتراض اقدام به ترک تالار کردند و خواستار رسیدگی مسئولین به وضع بازار شدند اسقر جهانگیر رئیس سازمان امور زندان ها می گوید برخی از مجازات ها در خصوص قاچاقچیان مواد مخدر بازدارنده نیست و باید مورد بازنگری قرار گیرد. بر اساس اعلام مقام های قوه قضایی بیش از 70 درصد ادام ها در ایران مربوط به کسانی است که به نحوی در قاچاق خرید و فروش نگهداری یا مصرف مواد مخدر دست دارند. آمار بالای اعدامها در جمهوری اسلامی با انتقاد و اعتراض گسترده نهادهای بین المللی مواجه است. پیاده روی محمد جواد ظریف و جان کری در ژنو و سفر او به پاریس پس از حملات تروریستی در این شهر همچنان با انتقاد محافظهکاران روبروست در این خصوص محمد رضا نقدی گفته ظریف باید عذرخواهی کند و صادق لاریجانی نیز خواستار تجدید نظر وزارت امور خارجه ایران در نحوه تعامل با دولت‌های غربی شده است انتقادها از محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه دولت حسن روحانی به علت پیاده روی وی به همراه همتای آمریکاییش جان کری در خیابانهای ژنو در روز 14 ژانویه و نیز سفر وی به پاریس در روز 16 ژانویه ادامه دارد در این خصوص محمد رضا نقدی فرمانده بسیج با بیان اینکه ظریف الفبای دیپلماسی را بلد نیست گفت وی باید به خاطر سفر به پاریس و قدم زدن با جانکری در خیابان‌های ژنو به طور رسمی از مردم ایران عذرخواهی کند. فرمانده بسیج در پاسخ به این پرسش که نظرش درباره سفر وزیر امور خارجه ایران به پاریس پس از انتشار کاریکاتورهای پیامبر اسلام چیست گفت بنده تا حالا سعی کرده ام در خصوص وزارت امور خارجه اظهار نظر نکنم تا موضع ایشان در مذاکرات را تضعیف نکرده باشم ولی بعضی اشتباهات دیگر قابل تحمل نیست و به سراحت می گویم که آقای ظریف از چشم و نظرم افتاد. او خواستار عذرخواهی رسمی ظریف از مردم ایران شد. آقای نقدی سفر ظریف به پاریس را کاری خیلی زشت و غیر قابل بخشش دانسته و اضافه کرده در این زمینه هیچ توضیح و توجیهی پذیرفته نیست. نقدی گفت قدم زدن در خیابانهای بروکسل زیر پا گذاشتن خون شهدا بود. همچنین به گزارش خبرگزاری تصنیم رئیس قوه قضایی صادق آملی لاریجانی هم در جلسه مسئولان قضایی خواستار تغییر رویه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در شیوه همکاری خود با کشورهای غربی شد. آمالی لاریجانی ضمن تمجید از حزب الله لبنان و سپاه پاسداران که به گفته ی وی با گروه های تکفیری تروریستی داعش در نبردند گفت که اسرائیل و غرب از این گروه ها حمایت می کنند. وی همچنین توهین های مکرر رسانه های غربی به مقدسات مسلمانان را محکوم کرد که اشاره ی وی به بازچاپ کاریکاتورهای پیامبر نشریه تنز شارلیبدو در نشریات غرب است. رئیس قوه قضایی از مسئولان وزارت امور خارجه خواست که در برابر توهین به مقدسات مسلمانان سکوت نکنند. توصیه برادرانه ما به دولت مردان عزیز کشورمان و مسئولان وزارت خارجه این است که تعامل، رفتار و گفتار خود در مقابل این گونه افراد و جریان ها را متناسب با نحوه رفتار و گفتار آنان تنظیم کنند و پاسخ روشن و قاطعی به توهین کنندگان و حامیان آنها بدهند تا همگان بدانند که هیچ کسی و به هیچ بهانه‌ای حق توهین به مقدسات مسلمانان را ندارد. در واکنش محمد جواد ظریف در مصاحبه با خبرگزاری مهر تأکید کرد که توهین به ارزش ها را نمود بارز افراطگرایی گرایی می داند. او گفت هیچ فرد معتدل و معتقد به آزادی اندیشه و بیان از این مفاهیم برای توهین به مقدسات دیگران سوء استفاده نمی کند. از سوی دیگر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در جلسه هیئت دولت اهانت به پیامبر اسلام را محکوم کرد و گفت اگر بتوان به نام آزادی نفرت پراکنی کرد نمیتوان جلوی خشونت به نام ایمان را گرفت وی وظیفه مسلمانان را اعتراض همگانی و مسالمت آمیز دانست و گفت همگان بدانند مسلمانان نه هویت خود را نادیده میگیرند و نه اجازه سوء استفاده از عواطف خود را به دیگران میدهند رئیس جمهوری ایران با تاکید بر اینکه بازنده بزرگ های امروز تمدن انسانی است گفت اگر مخالفت با یک اقلیت جرم تلقی شود ولی با توهین به مقدسات اقلیت دیگر مدارا شود نمیتوان از آنان انتظار تحمل داشت انتشار کاریکاتوری از پیامبر اسلام در جدیدترین شماره نشریه فرانسوی شارلی دو سبب اعتراض گسترده ی مسلمانان در کشورهای مختلف شده است در چند روز گذشته نیز برخی از محافظه کاران همچون حسین شریعت مداری، ناصر مکارم شیرازی و نبویان به شدت از اقدام ظریف انتقاد کردند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه مذاکرات هسته‌ای تهران با گروه پنج به علاوه یک پس از حمله به نشریه شارلی ابدو به فرانسه سفر کرد. برای نخستین بار در 35 سال گذشته یک هیئت بلندپایه آمریکایی با هدف بهبود روابط وارد کوبا می شود. هدف از سفر این هیئت از سر گرفتن مناسبات دیپلماتیک با کوبا و عادی سازی روابط دو کشور در آینده عنوان شده است. گفتگوهای دو روزه طرفین پس از آن برگزار می شود که رؤسای جمهوری آمریکا و کوبا روز هف... 17 دسامبر اعلام کردند که پس از 18 ماه مح مذاکرات محرمانه سرانجام برای اثر درگیری رابطه به توافق رسیدند اما آخرین خبر این که مارین لوپن رهبر حزب جبهه ملی فرانسه به شدت از طرح مانوئل والز نخست وزیر این کشور برای مقابله با تروریسم انتقاد کرد. آقای والز بسته جدیدی شامل تدابیر ضد تروریستی ارائه کرده بود که شامل اختصاص 490 میلیون دلار برای مقابله با تروریسم، ایجاد فرصتهای شغلی جدید در نهادهای اطلاعاتی و بهبود وضعیت حفاظتی سرویس‌های امنیتی فرانسه بوده است. لوپن خواستار اتخاذ تدابیر رادیکال تری مثل ایجاد مجدد مرزهای ملی و محدود کردن سطح مهاجرت به اروپا در پی حملات اخیر در پاریس تهدیدات تروریستی به یک نگرانی در میان مقامهای فرانسوی تبدیل شده است با این خبر به پایانی این مجموعه خبری می‌رسیم ممنونم که با ما همراه بودید شب و روز شما خوش iran to its advantage in so